شما بیننده دومین قسمت دیگه چی هستین؟ اینجا قراره کسایی رو ببینین که میشناسینشون، ولی خب قراره چیزایی ازشون بشنوین که یا تا حالا نشنیدین یا حداقل کمتر شنیدین. مهمون این قسمت کنیس. یو 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 کنیس مراب آشا، خوش اومدی به دیگه چی؟ دیگه چی داری برامون؟ ازم بریم برو بریم براش که راجبه یه سه چهار تا موضوع باحال با هم دیگه باید صحبت بکنیم. من میخوام یه ذره ورزشی شروع کنم باهات. بریم برای بسکتبال. میخوام خیلی حال میکردی باش کلن. و اینکه یه توضیح بهم بده اصلا چرا من اولین چیزی که بهت گفتم که کلن کانسپت دیگه چی و یه بار دیگه هم خیلی کوتاه بگم، این که حرفه اصلی اون هنرمند، اون ورزشکار یا هر تو هر فیلدی که داره کار میکنه ما فاکتور میگیریم و راجع به چیزایی غیر از اون صحبت میکنیم. و چی شد که تو کلن یکی از اون تاپیکات بسکتبال بود؟ ببین خب یه چیزی بود که تو بچه یه انجام دادم و مثلا بچه بودم اون موقع باحال بود و مثلا خوبم بودم توش، ولی دیگه یه دفعه رفتم توی دنیای دیگه تموم شد. یعنی اصلا اون دیگه از که توی الان هم اصلا بعضی موقع میزنم توپا میچرخم میارم که بلدی؟ او دنبال میکنی الان حتی اصلا عنوان مثلا؟ نه الان اصلا کلا من ورزش رو دنبال نمیکنم. یعنی به من بگی استقلالی یا پرسپولیسی من میگم اصلا به من چی؟ اونو منم همین جوری هم واقعا اصلا نمیدونم کی تو چه تیمیه، ولی باحال دیگه کلا. یعنی مثلا کانسپت بسکتبال رو همیشه از بچگیم که نگاه میکردم این بودش که اول یه سوال خیلی بزرگی که راجع به این ورزش دارم اینه که چرا اینقدر این کانکت، یعنی کانکشن مستقیم داره به رپ. یعنی ما هیچ ورزش دیگه ای رو نداریم که به یه ژانر موسیقی مربوط باشه. یعنی ولی تا میگی بسکتبال یه اود رپر میاد تو ذهنت، یا خیلی از بسکتبالیستا بودن اصلا رپر شدن. حرفت جالب، حرفت خیلی جالب. الان تازه بهش فکر کردم، مثلا یه جرقه خیلی سریع زد و بیشترش هم فکر کنم بیشتر خب چون مثلا آفریقایی ها یا مثلا سیاپوستا توی این ورزش خیلی خفن بودن دیگه، مثلا جردن و کوبی و همه اینا. و اینا هم خب روتر موزیک رپ یه جورایی خب مال آفریقایی و مثلا سیاپوستاست، به خاطر همین هم خب این هم رو همشون اثر گذاشته. بعد مثلا تو معمولا مثلا ریلیت میکنی میری رپ. دقیقا راست میگی، بلوز هم حالا یه ذره مثلا چیلتره دیگه، یه ذره مثلا آرومتر مثلا میاد و حالت کافه های قدیمی و چیزهای تصویرهای سینماتیک. اینجا من یادم بچه بودم، بعد من اصلا بسکتبال رو دنبال نمی کردم، یعنی هیچ وقت هم نکردم، چون اصلا سلیقه ایه دیگه. من جذابیتی اصلا تو مثلا فوتبال رو دنبال میکنم ولی بسکتبال رو خیلی نه. بعد یادم بچه بودم چیز مایکل جردن یه دونه فیلم داده بود با تمام کاراکترهای چیز باگز بانی، خیلی خفن بودم. اسمش هم سپیس جم بود اگه اشتباه نکنم. چه کارتونی بود. Warner Brothers presents Jordan, Bugs Bunny, Special Delivery. Together, they just might save the world. Space Jam. یعنی نمیدونم فیلم بود، کارتون بود، چی بود. و اصلا یادمه که یه دوره اصلا نگاه میکردم و اون موقع واقعا چیز بود دیگه، گاد بود. یعنی واقعا خدای، یعنی یکی از آخر خوب مولدشون کردن. اصلا خیلی خفن بود، خیلی باحال چیز کردن. کلاً همین اولین چیزی که داشتم مثلا فکر می‌کردم بود راجع به بسکتبال باهات صحبت کنم، ولی خیلی خوب شد که فهمیدم این فقط توی علاقه‌ای بوده که تو کودکی ولش کردی. یعنی خیلی جای بحثی باهات نمیذاره، اینکه خب هممون بچه بودیم به یه چیزی فکر می‌کردیم بعد تهش نشده. ولی دومین چیزی که یا دومی بود یا سومی که گفتی هک کردن بود. بود که هک کنی و خیلی برای من سوال چیزی پیش اومد که تا حالا اصلا سعی کردی این کارا رو بکنی؟ آره نه، من اصلا رشتم رفتم کامپیوتر خوندم اینجا. چه جالب، چون من دقیقا اینو میس کردم. یعنی خیلی خوب شد الان رسیدیم به این. مثلا اول میخواستم بپرسم که چی خوندی و اصلا ربطی داره به کار اصلی که داری انجام میدی یا نه. اصلا بزن اینجا حرف بزنیم راجبش بعد برسیم به هک. خب من که به کامپیوتر ساینس خوندم دیگه، رفتم اونجا کامپیوتر ساینس. بعد مثلا از چیزم شروع شد، مثلا بخوایم به قبلش نگاه کنیم، مثلا دوران یاهو مسنجر اینا رو یادته؟
میره. یه دونه چیز بود، یه دونه یادم، یه دونه وبسایت بودش اون موقع یاد باشه، یه سریا می اومدن بالا بعد هاید میکردن که نبینن که این آنلاینه، بعد یه دونه یه وبسایت بود خیلی معروف بود، میرفتی توش آیدی یارو میزدی بعد میبینی که این سوسکی اومده اینویزیبل شده. هم اون بود، هم با چند تا کدرای ایرانی چند تا چیز درست کرده بودن برنامه، بعد با اون آیدی هر کی میزدی میتونستی مثلا اذیتش کنی، مثلا یه کاری میکردی 1000 تا مثلا صفحه یا مسنجر برای یارو باز میشد. بعد من اون موقعش حال میکردم میرفتم اینا رو پیدا میکردم هی میزدم همه 100 تا براشون همینجوری. خب پس تو مشتی رفتی تو کارش کرمت هم ریختی. ما راست یعنی هرکی میدم، من میدم هرکی بایی مثلا فوش میده یه کاری میکنه مثلا اذیت داره میکنه، گفتم آماده باشن و پدر من میدم یارو گفت. تو ببین، تو یه چیز، یه آپشن خیلی جالبی که داری اینه که حالا تو حرفه اصلی خودت که داری یه کاری میکنی، یه سری ها میان بهشون حالا مثلا توهین میکنن، فوش میدن، یا حالا هیترن به اصطلاح، تو یه آپشنی که داری اینه که این سوپر پاوره، تو خودت میتونی از رشتت استفاده کنی، بزنی اون کامنت ها رو بزنی نابود کنی کامنت ها رو. یارو البته اینه دیگه، اینستاگرام ردیف کرده دیگه مثلا اینو. آره این میری تو اون چیزت، میری تو فیلتر میکنی. آره کلمه ها رو باید خودت همه یه بار بنویسی، ولی با فارسی کار نمیکنه. راست میگه. هم فینگلیش نوشتم هم فارسی، دیدم بازم یه راهی پیدا میکنن اینا فوش بدن. اصولا آره اصلا ایرانی ها رو خیلی دارن سعی میکنن باشون مقابله کنن، ولی خیلی موفق نشدن تو این قضیه، همیشه پرچممون بالا بوده تو توهین. ولی ما آروم نمیگیریم، ما آروم نمیگیریم. بلن حکو که گفتی داشتم به این فکر میکردم که در نهایت اصلا چی شد؟ بذار به اینم برسیم. در نهایت چی شد که اصلا رشته تو بیخیال شدی؟ خب موزیکا همیشه یه جوری دیده میشه که آدم خب نمیدونه به اونجا میرسه حتما یا نه. یعنی هر چقدر هم باور داشته باشی. یعنی من باور داشتم بازم به کاری که داشتم میکنیم، ولی دوست داشتم یه بکاپ هم داشته باشم. آره. می‌خوام مثلا فکر کنم که اگه 1% نشود اون بشه. دقیقاً. یه همچین چیزی. که اون نشد این یکیش اون نشد. نه ولی اونم تمام کردم، اونم تمام کردم. آره خوبه دیگه. آره گفتم میتونی ازش خیلی جا استفاده کنی. آقا بریم سر یه بحثی، بریم سر یه بحثی، من تو این بحث خیلی میخوام میگرت دارم. گفتی بازیگری، حالا نمیدونم کلا منظورت کلا تو حرفه سینما بود که اصلا شاید حال میکردی که کارگردانم بشی یا نه فقط اینکه اکت کنی؟ اکتینگ بود اصلا، ولی من اذیتت میکنم الان. ولی بگو این چی بود قضیهش، یعنی چرا باید جزء چارتات باشه؟ اصلا علاقت بود فقط یا اصلا سعی کردی این کارا رو بکنی؟ ببین من که بچگی من کلا یه آدم خیلی دراماتیکیم. خب مثلا یه اتفاقی هم میفته خیلی دراماتیک اکت میکنم، مثلا عجیبش میکنم، از اونام که کشش میدم مثلا. گرفتم. تو نقش فیلم میری؟ آره میرم عشان تورم. حتی تو موزیک هم مثلا سعی میکنم مثلا تو یکی از دو تا آهنگا همون تو میام پیشت، حتی بهش میگن method acting دیگه، از اتفاقایی که برات افتاده استفاده میکنی، مثلا از اکسپیرینس هایی که داشتی استفاده میکنی و میرید، یعنی باید حس کنی قشنگ اون چیزی که انجام دادی دیگه. تو فیلم ایرانی میبینی یا دیدی کلا که فیوریت داشته باشی؟ گاهی اوقا داره. مثلا اگه بخوای الان دوتا فیلم ایرانی که دیدی خیلی حال کردی بگی چیه؟ کمدی جدیدن سریال چی بود؟ یه دونه مال مهران مدیری بود فکر کنم. هیولا رو میگی؟ هیولا. آره هیولا بود. هیولا خفن بود، باحال بود کانسپتش. خدا رو شکر. خدا رو شکر. گشت ارشاد هم خیلی فیلم خفنی بود. شما ماشاءالله هزار ماشاءالله خودتون ختم همه حواسم. و کمدی بازی؟ کمدی باز، ولی مثلا تو دراما هم متر شیش و نیم خودش خیلی خفن. میخوام بدونم تو رنجی شده که بیواسطه صاف تو چشای من نگاه کنی؟ اگه مامور نبودی که یرشی داشتی از کمتر از 500 نصفی من رنجی تو نه همه تو. بریم سراغ مبحث بعدی که میخواستیم با هم دیگه بحث کنیم، و بعدش من یه کاری میخوام بکنم که از اپیزود 2 یعنی ایدهش اومده تو ذهنم که این کارا رو انجام بدم، و یعنی با تو شروع میکنمش، ولی بعد این
سایکولوژی رو گفتی که کلا با این قضیه حال میکنی و کلا روان شناسی. حالا یه قضیه‌ای که داره اینه که اصولا آدمایی که با این کانسپت حال میکنن آدمایی هن که یه ذره آرومن و میدونی میتونن همه رو خیلی آروم کنن، دراماها میاد سمتشون بیشتر و یه راههایی بلدن که آدما رو از اون درامایی که توش گیر کردن فراری بدن. اصلا شاید یارو سایکولوژیست هم نباشه ها، همچنین آدم عادیه. تو این مدلی یعنی دوستات همیشه یه اتفاقی براشون میفته میان که تو گوششون باشی قورشون رو به تو بزنن؟ یه سری از دوستم آره مثلا بیشتر آدم مثلا میان میپرسن مثلا، چون منم آخه ببین من تو هر شرایطی مثلا چرت و پرت میگم و میخندم. یعنی من خودم شاید مثلا پایین ترین باشم مثلا داغون باشم میام میگم یه چرت و پرت میگم جلوی همه، مثلا هیچی نمیفهمد. خب آخه ببینه تو روانشناسی هم دوتا گزینه است دیگه، چند دوتا که نه چند تا گزینه است. آره یکیش میگه باید خودتو حواستو پرت کنی بری کارهای دیگه بکنی، یکیش داره میگه باش بجنگی. یعنی مثلا اومد اصلا فوش خوار مادر تو باید کنار بیای باش. به خدا اینطوریه، اصلا میگه میاد بهش فوش بده بگو چیکارم داری اینطوری. یعنی یه متده، یعنی واقعا یه متده. بعد یه دونه هم هستش که خیلی خفنه، یادم نیست کی بود یارو دکتره، ولی این توی چیز بود، توی مال دوران که چیز بود هولوکاست و اینا، و این اونجا اکسپریمنت کرده بود. حالا اکسپریمنتش خیلی طولانیه، منم داستانش زیاد یادم نیست، ولی این متد داره مثلا چون مردم یا میمرد، چون همیشه دوتا تونل بود، یکی میرفت راست یکی میرفت چپ، بعد هر روز عوض میشد، چون یا چپ میرفتی میمردی یا راست میرفتی زنده میموندی، یا چپ میرفتی زنده میموندی یا راست میرفتی، یا نمیدونستی اوردرشو و خیلی خودکشی میکردن مثلا چون فنسا برقی بود، خیلی ها میرفتن خودشونو میکشتن. دیگه چی میخواستم؟ آها آره، این دیگه یه چیزی زده بود که مثلا میتونی تو با ارزشات زندگی کنی، مثلا کاریو که دوست داری انجام بدی به جای هدفات، چون هر دفعه هدف میذاری هی باید هدف درست کنی، هدف درست کنی، هدف درست کنی. مثلا تو میگی من تا سال دیگه 1,000,000 پوند میخوام، 1,000,000 پوند تو در میاری ولی باز میره بالاتر دیگه، خوشحال نیستی دیگه، چون 1,000,000 در آوردی. الان میگی الان دیگه چی؟ الان حوصله‌ات سر میره دیگه چی؟ دیگه چی؟ آره آره. ولی خب بعد یه چیزی، تو کلا این اتفاقی که مثلا برات میفته، یعنی آدما میان سمتت، کلا با این کانسپت حالم میکنی که مثلا، یا ته ذهنت اینجوری که بابا خفه شو دیگه میخوام زندگی بکنم، هر چی میشه میای سمتم؟ نه من دوست دارم کمک کنم به خودم، هست خوب میده. خب همون منم خیلی اینجوریام هم. ولی بعضی موقع رو نروم میره دیگه، حوصله خودت کلی بدبختی داری بعد باید قول. آره بعضی موقع دیگه مثلا کلا جواب تلفن هیچ کیو نمیدم. خدافز بای بای. بوده که 10 تا نوتیفیکیشن مثلا تو 10 تا اپلیکیشن هر کدوم مسیج و زنگ و اینو، بعد شبش زنگ زدم گفت چرا جواب نمیدی، گفتم خواب بودم. یعنی همونو بستی گذاشتی لیوان انداختی تو. ببینم یه سوالی که خودم میخواستم ازت بپرسم مثلا قبلش نپرسیدم این بودش که خودت هیدن تالنت یا اینکه یه تالنتی داشته باشی که کسی ازش خبر نداشته باشه، این میتونه چیزم باشه، مسخره‌ام باشه. دیدی با صدای قطار خودشون در میارن، میدونی چیه دیگه؟ هیدن تالنت من چیه نمیدونم، هیدن تالنت ندارم، هرچی تالنت بوده به خدا رو گردم دیگه نیومد. ولی فکر کنم داری اگه فکر کنی، حالا الان نمیدونم ها، ولی فکر همه دارن. یعنی مثلا طرف نمیدونم میتونه گوشش رو تکون بده. مال من چی بود؟ نمیدونم هیدن تالنت یا داشتم، شاید هنوز هیدنه معلوم نیست. شاید گیمینگ باشه مال من، تالنت هم نیست ولی یعنی که یعنی گیم بازی میکنی حسابی؟ آره گیمه. آره بابا فیفا بازی ها؟ من نه، کال آف دیوتی فقط. اوه کال آف دیوتی. تو گیم هم فکر کنم فوتبال و کلا ورزش و سپورت و اینا رو نیستی ها؟ اصلا من کلا به این ورزش اینا رو کلا هیچ کدوم، من فقط مثلا باشگاه برم اونم الان چند وقت نرفتم. خیلی آخه این مدلی ان اصلا ورزش دنبال نمیکنم، ولی فیفا رو میزنن دیگه. فیفا اصلا شرطش خیلی حال میده. لا مثلا فیفا حال میده. آره فیفا خدای حال میده.
فیفا فقط 98 فیفا 98 آره رونالدو رو میگرفتی میرفتی اون گوشه میرفتی باگ بود رونالدینیو هم البته جلوتر باگ شده بود دیگه کلن تو این قضیه پس کالاف بازی من فقط کالاف دو فقط کالاف آقا یه سوال دارم ازت و اینکه راجع به این سوالم میخوام با هم دیگه صحبت کنیم و نظرتو بهم بگی کلا به نظر تو حاشیه توی یه برنامه خوبه باشه یا اصلا نه باید یه برنامه خیلی جدی بره جلو و هیچ اتفاق عجیبی توش نیفته حاشیه ببین الان بخوای حساب کنی حاشیه رو که من زیاد باش نیستم راستشو بخوای مثلا با حاشیه اصلا هر کاری آدم بخواد الان حاشیه مثلا به نظر تکنیکی استفاده کنی و بیاریشون توی یه بود دیگه اوکیه مثلا کارهایی که شما کرده بودیم به نظر من اوکی بود درست بود ولی مثلا حاشیه انیوی ساخته میشه هر جوری دلت بخواد اصلا میان الان از هر حرفی که ما زدیم الان یه کوچکترین حرفی که من زدم میتونم بیان یه حاشیه درست کنم اون بغلش آره اونی که سرش درد میکنه برای ماجراها پیدا میکنه دیگه اون چیزا آره تو چه گاف بدی از همچه ندی یارو سر نخو میگیره میره یعنی دو حاشیه رو درست میکنن چه بخوای اینجا نخوای ولی اینکه خود آدم بخواد از عمد خودش این قضیه رو درست بکنه تو میگی اصلا کار منطقی نیست من میگم نه مگه اینکه درست انجام بشه مثلا بیاریشون توی یه بعد دیگه مثلا یه دونه فکر کنم با سوگند و امیرعلی اینو انجام دادیم امیرعلی آره. بازیگری کرد وسطش یه تیکه چه کاری هستن؟ اصلا دیگه حال نمی کنم نه با این برنامه نه با تو نمیخوام باشم خدافظ مشکل بیشون فکر کنم میخواد بریم بعد. بازیگری کرد بعدش هم اومد چیز کرد. من مثلا اونو استفاده کردن آوردنشون تو بود که مثلا این آدم کیه و این داستانا اینا. آره آره. از این لحاظ به نظرم درسته کار درستیه. خب اینترست میکنه دیگه ما آدما رو. جذب میکنه آدما رو آره. خب آقا من گفتم که تو بحث بازیگری و کلا آرت حالا سینما و اینا میخوام یه ذره بیشتر نگرت دارم که این کارم میکنم. ولی چیزی که می‌خواستم بپرسم کلا این بودش که چه سبک فیلمایی خودت می‌شینی می‌بینی ایرانی رو گفتی ولی خب خارجی چیا می‌بینی معمولا مثلا می‌خوای نتفلیکس ان چیل کنی من بیشتر بیستان ترو استوری می‌بینم مثلا رو واقعیت هر چی رو واقعیت باشه پس داکیومنتری بازی آره می‌تونیم بگی هم داکیومنتری هم فیلمایی که رو واقعیت ساخته شده مثلا رو داستان واقعی بیوتیفول مایند مثلا دیدی بیوتیفول مایند آره خیلی خفن What is wrong with you? Beyond its limits. Somebody! Help me! John, open the door. Talk to me. Tell me what happened. اصلا theory of everything. خیلی دیگه همه. اونم خیلی. یه دارم اصلا جدید دیدم. ناره فکر کنم. و چقدر خوب بازی کرده. خیلی خوب. خیلی خوب بازی کرده. ولی من مثلا یه چیزی که بعدم میاد تو این فیلم ها اینه که همه شونو برمیدن عشقی میکنن مثلا لاو لایف یارو رو نشون میده آره خب ببین کلن اول که یه کانسپتی همیشه توی فیلم های مثلا هالیوودی هست اینه که همه چی اگزاجریته دیگه یعنی مثلا تو هر چی داری میبینی مثلا یارو میره بانک بزنه حتما باید ساختمونه پشت سرش منفجر شه میدونی چی میگم مثلا نمیشه نرمال بره فیلم های هندی ولی خیلی خفنه اونا که اصلا بمبه من دوست هندی داشتم 4 ساعت تو سینما گفتم کجایی به یارو زنگ زدم و آخر 4 ساعت بعد به من زنگ گفت سینما بودم گفتم 4 ساعت حالا میبینی اولش آمیتاب پاچان مثلا یه پودکو بلند کرده و 3 ساعت طول کشیده که بیاره زمین تو استوش یارو مثلا روزایی در میاره باش پرواز میکنه خیلی خفنه خیلی خفنه ولی رقصاشون باحاله خدایی نه رقص واقعا قویه رقص موزیکاشون هم قویه موزیکاشون من خیلی حال میکنم از کفری من تا دین تو رایی به جز تردید نیست ببین یه حرکت جالب بخوام باهات همون که بهت گفتم میخوام بار اول انجام بدم یه کار جالب بخوام باهات بکنم یه دیلی با هم میکنیم من 3 تا سوال ازت میپرسم این 3 تا سوال مربوط به سابجکت هاییه که خودت گفتی خیلی هم سخت نیست یعنی اگه یه ذره پیگیرشون باشی سخت نیست خیلی از این 3 تا سوال 2 تا سوالشو اگه درست جواب بدی من اون خواسته ای که ازت دارم رو نمیگم ولی اگه درست جواب ندی اون خواسته رو میگم جرأت مرأت نیست ها یک خواسته است ولی شاید هم نمیدونم شاید هم بشه دیر گفتم جرأت نمیدونم ولی بریم
آقا سه گزینه ای هم هست بهت میگم. لئوناردو دیکاپریو تو چه سالی اسکار گرفت؟ 2015، 2016، 2017. نرسونن آقا اونجا سینمایی نرسون. 2015، 2016، 2017. خیلی سوال جالبی بود. کی بود چیز اومد؟ فکر کنم میخواد زیر لب یه جوری بگه سوالا اونا برسه اونا بگن. نه نمیخوام. 2017 بود فکر کنم. نه خوبی سوال 2016 بودش. میخواستم هم 16 بخواد. من بودم وسط اتفاقا گفتم میگی آقا اینو که فکر کنم فوشم بدی بپرسم اونو نگفتی. دنیس شرودر تو کدوم یکی از این تیم‌ها بازی میکنه؟ لیکرز، شیکاگو بولز، بوستون سلتیک. لیکرز بود؟ باری کرد، اینو خوب گفتی، اینو خوب گفتی. رسیم سوال آخر. ببین این سواله دیگه با توجه به اینکه رشته خودت هم بود فکر کنم رو هوا بگی اینو. این سه تایپ چیز دیگه مختلفه که خیلی بیشترن البته هکراست، ولی یکی از اینا هست که اصلا کاری به لپتاپ و سیستم کامپیوتری اصلا نداره، جور دیگه ای هک میکنه که حالا میگم کدوم یک از این تایپ هاییه که بهت میگم. کرکر، واکر، پریکر. فکر کنم واکر. پریکر درست میگم؟ پریکر. خوب بود آقا. این برای کارشون کامپیوتر نیاز ندارن، اینو میگیم که آموزندن باشه، برای کارشون کامپیوتر نیاز ندارن و اینا خیلی قدیما رو خط تلفن و مثلا بیل و نمیدونم پول قبض آب و برق و فلان و اینا رو صدا رو ضبط شنود میکردن و کارهای این مدلی میکردن. چیزی که میخواستم بهت بگم این دفعه اول بود نشد. آره ولی من رفتم تحقیق کردم راجبش چقدر، ولی خوب شد، یعنی آخری بودش حساس کرد. من میخوام بهت بگم یه چیزی رو 30 ثانیه اکت کنی. اوکی. خب فرض کن که اونجایی که نشستی اون دو نفری که پیشتن تو رو گروگان گرفتن، خب، و داری با من صحبت میکنی و قراره که با من صحبت بکنی، ولی نباید اونا لو تو میخوای یه جوری به من حالی کنی که اینا منو گروگان گرفتن، ولی خب جلوشون هم نمیتونی علنا بگی اینا منو گروگان گرفتن دیگه. 30 ثانیه به تلفن رو دادن که بگن آقا بگو اینجا همه چی خوبه، رفیقت پای خط باهاش صحبت کن، بگو که همه چی خوبه اوکیه و بعد میتونی قطع کنی. خب تو هر موقع اوکیی ما مکالممون رو شروع میکنیم، یعنی همون موقع تلفن رو تو برمی‌داری و 30 ثانیه شروع میشه. خب نمیتونم همینجوری بگم. نه دیگه میکشنت. عجب آدمایی هستن به خود. آره 30 ثانیه است، حالا با ایما اشاره هر جوری که حال میکنی دیگه. به تو باید بگم. آره من اصلا شروع میکنم. چطوری پرام ردیفی؟ خب خدا رو شکر همینجوری نشستیم. استودیویی نه؟ آره من استودیوام نشستن اینجا. بچه ها اونجا ریکورد دارین الان؟ آره همه چی داره خوب ریکورد میشه، حواسشون هست. ردیف یه کارمران فکر کنم میاد بیرون زود و همه چی میزونه ها؟ مجبوریم دیگه. اوکی؟ مجبوریم کارها رو بدیم. احساس کنم عجله داری، میخوای بری زودتر. آره اوکی. میخوای یه موقع دیگه ای بهت زنگ بزنم که حالت بهتر باشه؟ شما احساس کنم یه ذره تو فکری میتونی بمونی بیشتر بیا اینجا هستم. میتونی بمونی و خیلی خوب گفتی باری که نه خوب بود دوستر بیا اینجا هستم. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. ایول ولی واقعا امیدوارم هیچ کی گروگانت نگیره چون میمیری. فکر کنم مردم، فکر کنم اون لحظه شلیک میکرد. وای ایول بابا یکی از بچه ها این کار رو کرد واقعا. از این چیز چیه تفنگ های چیز داشت، واقعی بود تفنگ، البته واقعی که نه، ولی تیراش از این پوکا بود که فقط میتره که مالا فیلمه و جرقه هم میزد. نامرد اومد اینو همینجوری آورد جلوی من، توی من داشت با این بازی میکرد، من هم همینجوری داشتم میخندیدم دیگه، گفتم ما بتونو جمع کنم.
بعد زد یه دفعه تق صدا داد اینم آورد من مثلا بعدش اما دیگه بودمش جلوم زد یه دفعه دیدم پق اینطوری صدا داد بعد مثلا جرقم زد دیگه مثلا واقعی گوشت سوت میکشه و اینا بعد زد من تا اونو زد من سر اینجا چک کردم اه جیزی میسید اونه نکنه سوپرمن هم رد شده ایچی هم نشده مثلا ببین بعد از اینکه این کارو کرد من فهمیدم تفنگر کجا قایم کرده ببین میرفت یه زد نه دو هفته پیشش بودم گرجستان بودیم دو هفته پیشش بودم به مدت دو هفته من فقط میرفتم این تفنگو میگرفتم این ورش اون ورش هر جاش یه میذاشتم میگفت نکنه نزدیک میگیری خطرناک اصلا ببین خالی هم باشه فریک میزنی یعنی اصلا یه حالی اون لوله رو میبینی میدونی خیلی اصلا این نزدیک باشه اصلا جرقه میتونه آره. چیز کنه دیگه آره. با من سر تفنگ ترقه بچه بودم یه تیکه چشم پرید واقعا چی میگن رگه چه واقعا از این ساچمه یا نه ساچمه نه از اون ترقه یا بود چیز قرمز بود شیشتا بود میرفت توش دونه دونه چیز مگه اونا چیز میزد آسیب میزد پادم من اونو میزدم گوگردش یه تیکه نمیدونم شانس من گوگردش یه تیکه برای تو چش من اوه اون خیلی شانس رو بردیم اون یه کورمور میکنه نزدیک یه هفته دو هفته نمکدون بود چش من آقا ببین میخواستم بهت یه چیز دیگه هم بگم در مورد اینم با هم دیگه صحبت بکنیم و این خیلی ربطی به چیزایی که گفتی نداره اینکه تو اصلا چی شد که یعنی تا کی ایران بودی و یه چیز خیلی مهمی که با هم دیگه داشتیم صحبت میکردیم و قرار شد حتما راجبش صحبت بکنیم و خودت توی اکتینگ بهش اشاره نکردی و من گفتم توی موضوع نگرت میدارم اینه که تو یه تجربه کوچیک داری فکر کنم که خودت فکر کنم بهتر بیشتر توضیح بدی ولی خدا رو شکر میکنم اون کمپانی صابونه نبود اونو حالا میرسیم بهش ولی خدایی چیز بود گل رنگ بود آه ببین اون به جای رنگش اون به جای رنگش اگه نار بود خیلی تحت عقیبه. به خوده به جای رنگ همون رنگ و نار میشد دیگه زندگی تمام بود ولی تعریف کن با حاله خاطره پسرهای ایران وای ببین فکر کنم بدترین مدلیه که میتونی مثلا برای یه ویدیو باشی و تو رزومت باشه اینه که مثلا مدل صابون گلنار باشی ولی دود اون موقع دیگه همه میتونستن راحت من رو دیس کنن آره ببین از بیخ گوشت مثل همون ساچمه رد شده یعنی خیلی شانس آوردی ولی تعریف کن با حاله چون فکر کنم یعنی دیگه اون نیست دیگه با خیال راحت میتونی تعریف کنی ببین شرکت بابای من طبقه پایینشون همین کمپانی گلرنگ بود خب اینا اومدن خب مثلا گفتن که بیا چون مثلا من بچه بودم مثل اینکه خیلی بامزه بودم نمیدونم نه خدای نمیدونم عکس خدای خودم عکسام میبینم میگم بامزه بودم الان چیز شد نه بابا الان الان ردیفی تعارفی که بارم بیا بکن خب تو نه نوکرم نه بابا الان خیلی خوبی خواهش میکنم بشین بفر بشینید بعدش چی شد بعدش اومد به بابام گفت خب میخوای بذاریمش توی تبلیغ و اینا و مثلا پول خوبی هم میدادن اون موقع فکر کنم چند سالم بود 5-6 سالم بود فکر کنم 5-6 سالم بود بعدش من هم اون موقع ببین از همون میترسیدم کلا لیز بخوری مثلا نه از همون میترسیدم هر موقع چشامو میبستم اصلا چیز میدیدم اجدها و اینجور چیزا میدیدم نمیدونم عجیب بود اصلا خوبه این فوبیاه نمونده روت مثلا هنوزم بترسی چون معمولا یهو میمونه آره خیلی بد بود بعد من مثلا بچه بودم با چش باز مثلا بچه بودم مامانم داشت سرمو میشست اینا من چشم باز گفت چرا چشات تو رو ایبندی چشات تو خدا میگم بعد سر همین مثلا من گفتم نمیخوام و نمیرم بازی نمیخوام بعد بچه هم گفتن دیوونه ای بود کامپیوتر و اینجور چیزا بگیریم و اینا گفتم نمیخوام تو اون سن انگاه آخه نقش اول مثلا یه فیلم خیلی خفن به پیشنهاد شد چون واقعا همه میدیدن من یه دونه من خودم یه دونه تبلیغ ماکارونی بازی کردم بعد ولی تو یکی از یعنی تو تهران پخش نشد یعنی چون هر
شهرستانی شبکه خودشو داره، یکی مثلا پنج واسه تهرانه، اون مثلا یادم نیست توش یه شهرستانی پخش شدش و خیلی خوشحالم که خودم هیچ وقت اون رو ندیدم چون دوست داشتم هر کی ماکارونی میبینه یاد من بیفته. پس تو در نهایت اصلا بازی نکردی یعنی اونو؟ نه دیگه نزدم اینو. خب نه اوکیه، من فکر کردم بود میخواستم ویدیوشو بگیرم الان بذاریم عشق کنیم. تو بس کن بچگیش. آره با شامپو. آره دیگه نمیسوزه لبخندرم داری. آقا دمت گرم. یه چیزی که میخوام الان حتما اگه پیشت هست نگاش بکنی، یه فیلم برات فرستادم و فکر کنم که الان دم دستت اگه هستش تونستی اون فیلمه رو آره نگاه بکن و بعد من یه چیزی بهت بگم. سلام، مهمون این اپیزود دیگه چی کنیسه. بله خواهی شما. میخوام یه کیف براش کاستومایز بکنم که این کیفه با یه بند به شلوار بست میشه. چا واسه این کار از یه توپ بسکتبال میخوام استفاده بکنم چون بسکتبال دوست داره. برای اتصال بند به کیف از یه توپ بسکتبال استفاده کردم چون بسکتبال دوست دارم و نخواستم از چرم حیوانات استفاده بکنم. بعد یه کلپ بورد کشتم چون مربوط به دنیای بازیگری و اونو ربطش دادم به دنیای موزیک حرفه کنیسه. بعد پایینش یه هکر کشتم که داره یکی رو هک میکنه. پشتش هم یه سیستم مانیتورینگه که مربوط بازم به موزیک و کار کنیسه. بعد اسمش رو با بردای الکترونیکی تلفیق کردم و یه سمبولم از علم روانشناسی کشیدم و از اونجا که فکر کنم آلبوم جدید کنیس به اسم روانی باشه اونو نوشتم. فکر کنم خیلی خوب باشه و هممون روانی کنه. با اون توپ بسکتبالم یه دستبند ست همون کیف درست کردم که هر وقت دستش میکنه احساس این که یه تیکه از یه توپ بسکتبال تو دستشه بهش حس خوبی بده. امیدوارم که خوشت بیاد کنیس. آقا اینا فعلا پیش ماه ولی برات حتما در اسرع وقت میفرستم که درسه به دستت دیگه. این کار داراه دمشکم دارا دیگه. یکی از رفیقای نزدیکمون که گفتم تو اپیزود قبلی هم کلن قبلش هم صحبت کردیم کلن این دیوار و کلن کارش خیلی درسته دیگه، همش زحمت داراه و این هم که یادگاری دیگه. چی دیواره هم اصلا قبل اینکه شروع کنیم گفتم چرا خفن شده خوبه. اصلا آره اصلا واقعا کارش خیلی درسته و این که سر اینم میگم حالا چون هر اپیزود داریم این کار رو انجام میدیم دائم میدونی هم ذهنی هم کلن فیزیکالی خیلی درگیره این ماجرا هست، ولی خب دیگه گفتیم یه یادگاری از چیزایی که خودت گفته بودی از خودمون داشته باشی و دمت گرم دیگه. امیدوارم حال کرده باشی و بقیه هم حال کنن. برنامه خفن. یه پانچ بریم ولی بزن بریم باشه. سیاکریم. خب بریم با هم قرعه کشی قسمت قبلی یعنی قسمت اول دیگه چی رو انجام بدیم. میایم توی ویدیو همونطوری که می‌بینین این قسمت اول با حدوداً 1070 تا کامنت، من لینکش رو کپی می‌کنم توی این روبات آنلاینی که هست پیست میکنم میزنم که حساب کنه، حدودا 1000 تا رو الان محاسبه میکنه ولی 823 تاش رو در نظر میگیره به خاطر اینکه کامنت های تکراری رو حذف میکنه. میایم پایین همونطوری که میبینید زدم یه دونه برنده، برنده اولین قسمت دیگه چی. دمتم گرم. برو بریم. بله عاطفه گلچوب اگه اشتباه نکنم بچه های وانتونز رو هم بیار توی دیگه چی. حتما با افتخار بچه ها بیان که قدمشون روی چش و اینکه به شما هم تبریک میگم برنده اولین قسمت دیگه چی 1,000,000 تومان مبارکتون باشه. ما هر هفته از طرف دیگه چی یه جایزه 1,000,000 تومانی به یک نفر از توی کامنت ها میدیم که اگه دوست دارین توی این قرعه کشی شرکت بکنین تنها کاری که باید بکنین اینه که زیر همین ویدیو برام بنویسین دوست دارین کیو توی دیگه چی ببینین. یادتون نره که حتما چنل رام سابسکرایب داشته باشین و حتما توی کامنتتون آیدی اینستاگرامتون رو بنویسین تا بتونیم مستقیما باهاتون در ارتباط باشیم. پس تا دیگه چی بعدی و هفته بعدی چاو. Oh,
speak, yes, who?